هیجان، شادی، غم. برای ورزشی به اسم فوتبال، فوتبالی که برای هوادارش مثل خود زندگی می، اما برای بعضی ها فقط یه بازی. بازی که بعضی وقتا نتیجهش بیرون از زمین مشخص میشه. بازیکن بوده که انجام داده، مربی بوده انجام داده. شرط بندی رو میگن. پیشنهادات مختلف بود، از جمله اینکه حالا یا با پول تضمین میکردن یا اینکه قول بهش میدادن که در یه تیم مطرح فصل بعد حضور داشته باشه. میتونم جلو باشه. آره دیدین، شرط بندها پاتوقای خاصی دارن. با کلی پرس‌وجو و به سختی یکیشون رو پیدا کرد. 3 سال دیگه بهتر بود شیادم. چیزی در حد 15 سال لیگ یک شانس فوتبال باشی. سرمربی یه تیم لیگ برتری که هنوز هم لیگ برتری به من زنگ زد گفت این بازی مرا بده. قرارداد تو از الان اومدی که امسال بدم تیمایی، الانم پولتو بگیری دنبال چی؟ تیمتون هم که پول نمیده. این بازی به ما بباز. من لحظه آخر پشیمون می‌شدم. حالا من به زنگ بزنم بگم بله دیگه اون دعوا هستی. درست. سه تا گل می‌خوام. من به دلیل کاری کنم فال. می‌کنی؟ بچه داریم آقا تو فوتبال یارو 20 تا کورنر بده. خب معلومه که بوی توانی میاد یه شرط بندی کرد. شرط بندی روی نتایج بازی ها و زد و بند با بعضی مربی ها، بازیکن ها و حتی داورها برای رسیدن به نتیجه ایده. 1 میلیارد پول واسه من آورده بودن سر بازی دربی. گفت ما یه مؤسسه داریم شرط بندی، یا اخراج شو یا پنالتی بده یا گل به خودی بزن. اخراج رو فقط از دقیقه 80 به بعد بشه، پنالتی هم از دقیقه 80 به بعد، گل به خودی رو آزادی. بعد گفتم بعد اتفاقم بازیم یه مبلغ دیگه هم بهتون میدیم. یکی از نمونه های جنجالی و مشکوک شرط بندی همین گل. یه اشتباه توی دروازه. گلی که باعث بازداشت دروازه‌بان تراکتورسازی و همسرش. آقای فروزان خانومش مؤسسه شرط بندی داشته. و این دیگه برای ما اثبات شد. به کمیته اخلاق احضار شده. کمیته اخلاق یک ماهیشون رو ممنوع کار کرده. اما جریمه های شرط بندی در فوتبال ما اصلا بازدارنده نیست. اجرای قانونمون توی این نظریا سسته. آقا محروم از فعالیت ورزشی، محروم. بقیه دست عبرت درش بشه. شرط بندی هایی که نتایجش در سایت ها و فضای مجازی بعضی ها رو ثروتمند کرده و خیلی ها رو زمین زده، زد و بندهاش در دنیای واقعی و خیلی از مکان هایی که سنخیتی با فوتبال نداره انجام میشه. سایت چی الان؟ چانون بهتون ایرانی، انگلیسی، اونا فارسی، اونا به چی سیبرش خارجی هم اسپورت رادار یه مؤسسه پیشرو در زمینه اطلاعات پیشگیرانه از تقلب و شرط بندی. ظاهرا این مؤسسه یه آمار عجیب از شرط بندی در فوتبال ایران ارائه کرد. بعد از اینکه تو هفته 29 مقابل نفت آبادان گل استقلالی ها مردود اعلام شد، آفساید آفساید، خب فرهاد مجیدی رو می کجا رفته؟ مدیران باشگاه استقلال ادعای فساد و زد و بند کرد. یه شرکت معروفی به اسم اسپورت رادار یه آمار این پارسال فرستاده فدراسیون فوتبال. من مدیر فدراسیون فوتبال بودم. به ازای هر بازی در لیگ برتر ایران به مبلغ 5 میلیون دلار شرط بندی میشه. توی لیگ آزادگان لیگ دست اول 1 میلیون دلار شرط بندی میشه. در لیگ حذفی به ازای هر بازی 3.5 میلیون دلار شرط بندی میشه. این عدد عدد کمی نیست. وقتی آقای مجیدی یا هر کی اومده گفت فساد گسترده، بحث شرط بندی مچ فیکسینگه. این تو فوتبال ایران بیداد داره میکنه. آشفتگی فضای مجازی و وجود سایت های زیاد شرط بندی صدای دادستان کشور رو هم در آورد. اگر چنانچه اصلاحات انجام نشود، با توجه به آثار سویی که ما شاهد هستیم همه روز داره دامنش هم گسترش پیدا میکنه، ما بیشتر از این دیگه نمیتونیم تحمل بکنیم و قطعا برخورد خواهد شد. این اتفاقات روح پاک ورزش رو زیر سوال میبره. همه گیر بودن فوتبال و جابجایی های کلان مالی خواه ناخواه پای افراد سودجو رو به وسط بازی باز میکنه. مهم اینه همه کسانی که از پشت پرده ها خبر دارن یه عزم جدی برای مبارزه با ناپاکی ها داشته باشن تا ما شاهد کمتر شدن موزن شرط بندی در فوتبال ایران باشیم. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیمرغ.